سلام، از مسعود خبر نداری؟ از صبح دفتر نیومده. اومد خونه، شارژر و موبایلش رو برداشت و برگشت دفتر. نه اینجا نیست. نمیفهمم واسه چی باید دروغ بگه. شاید جای کار داره، حالا میاد. ببینم از ریحان و خانواده‌اش چیزی نگفت. میشناسیش که، تو دارتر از این بچه من ندیدم. همون حرفایی که خودت میدونی، بابای ریحانه گرفتار و از اینجور حرفا، از سفرش به سمینار و این چیزا گفت. منم که نفهمیدم اصلا چی میگه. سفر سمینار چه ربطی داره؟ همینو میگم دیگه، پرت و پلا میگفت، جواب منو هم نداد. بهش میگم جریان عقب انداختن تاریخ عروسی چیه، یه چیز دیگه جواب میده، راجب تو سوال میکنه. از من؟ آره، میگه خبر نداشته بابای ریحانه رفته سمنان، تو بهش گفتی. منم که درست یادم نبود، میگم که همینطور حرفو میپیچون تا جواب نده. الو، کجایی؟ گوشم با توه. خیلی خوب، حالا میاد باهاش صحبت میکنم. فعلا خداحافظ. بهزاد خوبی؟ کارو خوب پیش میره؟ شما؟ من مسعود کاظمی‌ام. سلام آقای مهندس، ارادت خوب هستین؟ ببخشید نشناختم، آخه میدین شمارتون نداشتم. معلومه سرت شلوغه، حسابی درگیر کار شدی. زیر سایه شما پدرتون بده. خدا پدرتون رو حفظ کنه، بگم زمین ننداخت به خدا. این کارو بسم جور کرد. خدا شاهده به خوابم نمیدیدم. نه دیگه، به هر حال حتما یه جنمی تو وجودت دیده این تصمیمو گرفته. نه آقا، خودش هر کم جایی شما بود این کارو نمیکرد. به هر حال تو قبلا با ما کار کردی، بابا میشناسدت، برای همین گفت بری کارخونه مشغول شی. خدا رو شکر که یه بار دیگه هم دستمو گرفتم. ایشالا رو سفید بشم. ایشالا رو سفید میشی. فقط یه مسئله ای هست، بابا سر شلوغه، گفت من بهت بگم. چی شده آقا؟ خطایی ازم سر زده؟ خطا که دلخور ازت. سر چی؟ من که سرم این کارم گرم که. سر همین جریانی که باشدی رفتی دم خونه این پسر متین، اونجا نمیدونم کتک کاری کردی، چی کار کردی؟ من کتک کاری نکردم آقا. نمیدونم، بابا گفت بهش بگو که من آدرس رو بهت دادم، ولی نگفتم پاشو بری دم خونه مردم سر و صدا را بندازی. آقا پسر پروازی در آورد، منم خدا شاهده احترام پدر بزرگش رو نگه داشتم. آخه تو جور کردن دیگه واسه بابا خیلی زحمت کشیده بود، ولی من میزدم خمیرش میکردم. شرمنده آقای مهندس، ناراحت شدم. خودم الان زنگ میزنم خدمتشون عذرخواهی میکنم، دلشون در میارم. الو آقای مهندس. نه نمیخواد کاری بکنی، فقط اینا رو بهت گفتم پا نشی بری اونجا دوباره ماجرا رو درست کنی. بلش کن. چشم آقا، بازم شرمندم، دیگه تکرار نمی کنم. خداحافظ. من اونو مقصر نمیدونم. عصبانی بوده، ریحانه رو برداشته برده دفتر وکیل. باش صحبت کردم، اصلا تو حال خودش نبود. ولی بابا شما اصلا از این اخلاقا نداشتین، همیشه میگفتین تو از یه چیزی مطمئن نشدین اصلا مطرحش هم نکنی. تو فکر میکنی من راحت نشستم اینجا؟ روزی صد بار این نشونه ها رو میذارم کنار هم، حرفای مسعود، کارهایی که فراسمان کرده. یعنی شما 100% الان مطمئنین که هرچی از زیر سر مسعوده؟ نه، همینه که داره نابودم میکنه. هرچی فکر میکنم همه چی با هم جور در میاد، اما ته دلم باورم نمیشه. شهاب، ریحانه ناراحته. ترس من اینه که همه این چیزا حدس و گمان باشه. اون وقت چه جوری میخوای جمع کنی؟ مینو جان، تو دعا کن اینا اشتباه باشه. من خودم میرم به دست و پاش میفتم ازش عذرخواهی میکنم. خوبه؟ بعد اون موقع فکر میکنین مسعود دیگه پاشو میذاره اینجا؟
اصلا مسعود هیچی. یکی برگرده به من بگه دزد مفسد اقتصادی، من میرم دخترشو بگیرم؟ اصلا میشه باش رفت زیر یه سقف؟ بابا این ماجرا داره به جای باریکی کشیده میشه، یعنی شده. شما هیچ وقت سوژهاتون رو درگیر خانوادتون نمی کردی. من درگیر خانواده کردم؟ حالا هر کی. همون موقع که این خانم سر کلش پیدا شد شما بکشیدی کنار. الان دیگه دیر شده، ولی الانم ادامه بدین هی بدتر میشه قضیه. این به قول شما سوژه ارزش این همه مصیبت رو نداره پدر من. اتفاقا این ماجرای فراسمان اگر تنها فایدهش این باشه که من بفهمم داماد آیندم چی کار است و جلوی این وسط رو بگیرم، چرا؟ ارزشش رو داره. این تازه در مقابل اینکه اونها رو مجبور کنم به مردم و دادگاه جواب بدن هیچی نیست. فعلا که فراسمان سرمون گنده سر جاشه. این خانواده ماست که داره از هم میپاشه. اون از ریحانه و مسعود، این از من و این زمینه. برای شما هم که الا ماشالله پرونده و شکایت و شما میخواستی اونا رو بزنی زمین، ولی خودزنی کردی. نمیدونم، امیدوارم متوجه شده باشین دارین چی کار میکنی. با اجازه. علیرضاست، شهاب چرا به تلفناش جواب نمیدی؟ بگو درگیرم، بعدم به زنگ میزنم. من این ماجرا رو بهش نمیگم. باشه. الو، سلام پسرم، خوبی ماما؟ من با رفقا بیرونم تماس میگیرم. سلام آقای مهندس. سلام بهزاد. ببینم جا افتادی اونجا؟ راحتی؟ راضی هستی؟ شما راضی باشین آقا، من سگی کی باشم راضی نباشم؟ تو اگه کاراتو خوب انجام بدی منم ازت راضیم. خدا شده من کم کار نمی کنم، اما خب این اخلاق تندم کار دستم میده بعضی وقت دیگه. با کسی دعوا کردی مگه؟ نه آقا، ماجرای این پسره رو میگم. آقا زدتون زنگ زدن گفتن بعد دست من ناراحتی. مسعود با تماس گرفته؟ بله، همین یکی دو ساعت پیش. چی ازت پرسی؟ هیچ شبا، فقط گفتن شما ازم دلچرکین شدیم. سر چی؟ هم که رفتم در خونه این پسر حالشو بگیرم دیگه. واسه ببینم، بهش نگفتی که آدرسشو من دادم به؟ لازم نبود من بگم، خوشون خبر داشتن. خبر داشت؟ چرا احمق دریوری میگی؟ از کجا میدونست؟ خب خودشون گفتم. خفشو بابا. الو، افشار، آب دستت بذار زمین، بیا کارت دارم. فکر میکنم ات هم همه چیزو فهمیده.
دختر خانم. باش حرف زدی؟ به فرصتش حرف میزنم. پشت گوش ننداز بهرام. اگه مورد خاصی باشه باید بری با خانوادش حرف بزنی. با پدر خانومش حرف زدم، میگه مسئله خاصی نیست. پس چرا مسعود انقدر به هم ریخته است؟ خوشش نیومده تاریخ عروسی رو عقب انداختن. همین الان میرم پیشش. الان میرم پیشش. دفتر نیومدی امروز؟ آره کار داشتم. خونه ریحانه بودی؟ نه، با رفیقام بودم. یاد جوونی ها کردی نه؟ واسه همین تلفن تو جواب نمیدی؟ ببخشید یه مقدار بی‌حوصله بودم. هنوز به خاطر عقب افتادن تاریخ عروسی ناراحتی؟ نباشم، موندم بلا تکلیف. فقط همین؟ باورم نمیشه به خاطر همچون چیز پیش پا افتاده اینجوری بریزی به هم. نمیدونم چرا این مسئله برای شما و مامان پیش پا افتاده است، ولی برنامه های منو کلن ریخته به هم. کسی چیزی بهتون گفته؟ چطور؟ آخه یه طوری برخورد میکنید انگار مسئله مهمتری وسطه. مثلا مثل چی؟ پدر ریحانه که چیزی نگفت. باهاش حرف زدی؟ بله، تلفنی باهاش صحبت کردم. گفتم اگر مشکلی هست دو نفری حلش کنیم. وانمود کرد فقط گرفتاره. به خاطر همین گرفتاریاش تاریخ عروسی رو انداخت عقب. خیلی خوب، پاشو بیا پایین شام. این قیافه رو به خودت نگیر، بیشتر از این مادرتو نگران نکن. الو سلام، کجایی؟ در حال کشیک. کشیک چی؟ که خانم داور رو پیدا کنم دیگه. تو باز رفتی هتل؟ خب آره دایی، مگه چاره دیگه ای داریم؟ با بگردیم رازیش کنیم، پیداش کنیم، باش حرف بزنیم دیگه. اون اگه میخواست حرف بزنه تو الان زده بود. دایی الان اوضاع فرق کرده، شاید راضی شد حرف بزن. نمیشه، باشو بیا خونه. باشو باشه بیا خونه. حالا شما بذار من تلاشمو بکنم. میترسم متین جان درد سر درست بشه، آخر سرم با مأمور از اونجا بندازمت بیرون. مأمور برای چی؟ اگه اتاق گرفتن جرمه. اتاق گرفتی؟ آره دیگه، کلک خوبیه نه؟ اینجوری به اسم مسافر میتونم همه جا رو بگردم.
همین الانم اتاقش پیدا کردم. انشالله. مواظب خودت باش. تشکری. عقد گرد. دارین خیلی دیگه طول کشید. مشکلی نیست، بفرستین برای مجوز. خیلی ممنون میشم. خدا نگهدارتون باشه. ها ناشرم بود. خب میگفت دیگه داره دیر میشه، بهتره کتابو بفرستین برای مجوز چاپ. البته حق داره، منم دیگه بیشتر از این نمیتونم منتظر خانم افرا باشم. کار درستی کردی. درست میشه؟ درست شد خانم. ببینم این نمیخواد بیاد بیرون شامشو بخوره؟ خیلی نگرانشم، از دیشب تا حالا هیچی نخورده. شهاب. بله. من خیلی میترسم. از چی؟ اگه شکت در مورد آقا مسعود اشتباه باشه چی؟ مگه تو همیشه نمیگفتی در مورد آدم ها نباید زود قضاوت کرد؟ این دوتا نام زدن، اگه به خاطر این مسئله از هم جدا بشن بعد تو متوجه بشی که اشتباه کردی، میخوای چی کار کنی؟
تو که اینقدر عجول نبودی شهاب. صرف من نمیخواستم چیزی بهش بگم. خودش بلند شد اومد خونه ما. اینقدر منو سوال پیچ کرد که آخر بهش گفتم نمیشد بهش دروغ بگم. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. ببینم تو وضعیتت چطوره؟ برنگشتی سر پرونده؟ البته کسی خبر نداره. من باید چرا خاموش برم جلو؟ این پروژه فراسمان خیلی تو چشمه. تو این تحقیقاتی که دارین میکنین به اسم مسعود بر نخورده؟ مثل اینکه یاد رفته منو به چه بهانه ای تعلیق کردم. میدونم مصطفی، ولی باور کن خیلی برام مهمه. نه، اسم مسعود تالا تو تحقیقات ما نبوده. منطقی هم نیست باشه. چرا باید راپورت تو رو بده؟ باید این منفعتی براش داشته باشه. خب گفتم شاید با فراسمان یه بدبستونی داشته باشه. چه بدبستونی؟ بالاخره با فراسمان یه جور باید در ارتباط باشه که این بدبستونه به وجود بیاد. خب این شرکت های بزرگ معمولاً با تعداد زیادی شرکت کوچیک سرکار دارن، درسته؟ خب آره، برای انجام یه همچه پروژه بزرگی معمولاً شرکت با همگی در ارتباط هم. به چی داری فکر میکنی شهاب؟ زود باش. ما رو حواسم رو پرت کردیم. کیه؟ از مدیریت هتل است. سلام. خانم داور اجازه بدین اومدم چنگ کنم. چی میخوای؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ من نمیدم مزاحمتون بشم، فقط اومدم چند کلمه باهاتون حرف بزنم همین. ببینید آقای محترم، من هیچ حرفی با شما ندارم. الان هم بگه نریم مجبور میشم بگم نگهبان هتل بیاد. خانم داور شما دقیقا از چی میترسین؟ شما که تا اونجایی که من خبر دارم سفتهاتون رو از فراسمان گرفتین. اونا دیگه نمیتونن ازتون شکایت کنن، نه حکم جلبتون رو بگیرن. یه جوری حرف میزنی انگار اونا رو نمیشناسی. هر کاری از دستشون برمیاد. ندیدی چه بلاهای سر دایه شما آوردن؟ روش قمه کشیدن. خانم من نگفتم اونا خطرناک نیستن. من دارم میگم شما زیادی خودتو دست کم میگیری. اونا اتفاقا خیلی خوب میدونن که اگه شما بخواین میتونین پتشونو بریزین رو. به خاطر همینی که خیلی اذیتتون نمیکنن. بعدش هم خانم شما از خیلی از مسائل خبر نداری. عروسی دختر آقای عتم سر همین ماجرا به هم خورد. خب من خیلی متاسفم، ولی تقصیر خودش بود. میخواست ادامه نده. یعنی چی شما وارد این ماجراش کردین؟ بعد الان میگین تقصیر خودشه؟ بله بله، من رفتم سراغش، ولی میتونست ادامه نده. ببین آقا، من از دست شما و آدم های فراسمان مجبور شدم بیام اینجا با یه بچه کوچیک برم تو این اتاق زندگی کنم. برم تو آشپزخونه اینجا از صبح تا شب جون بکردم، پدرم مریضم رو تنها بذارم. چرا؟ چون شماها رو دیگه نمیخوام ببینم. خانم الان اصلا وقت مناسبی نیست برای اینکه بخواین پا پس بکشین. من نمیفهمم شما چی میگین. ببینید، من به اندازه کافی توان اشتباه شوهرم رو پس دادم. الانم میدونم برای دایی شما خیلی متاسفم، ولی کاری از دست من بر نمیاد. چرا بر میاد؟ اگه شما دست فراسمان رو بکنین اون وقت اونا نمیتونن هر کاری که دلشون خواست با زندگی دایین بکنن. من نمیتونم. شما که انقدر ترسویی واسه چی این آتیش انداختی وسط زندگی دایی من؟ اصلا هرچی شما دلت میخواد بگو. من نمیتونم جون بچه‌مو پدرمو به خطر بندازم. اگه این اسمش ترسو بودنه، آره من ترسوام. آخه
بفرمایید آقای مهندس. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خانم ترابی، شما به لپتاپ من کار کردی؟ بسیار. چیه؟ خودتو تو آینه دیدی؟ یعنی معلومه من دیشب نخوابیدم؟ دست بردار شها، چشمات شده کاسه خون، زندگیت به هم ریخته، نمیخوای بس کنی؟ ببینم حبیب، مگه تو مشکلات و سختی ها عقب میکشی که الان من عقب بکشم؟ من اگه پای خونوادم وسط بیاد قبلش میشینم لااقل یکم فکر میکنم. خب منم فکر کردم، دیدم این بهترین راه برای اینکه من مطمئن بشم. من حتی 1% نمیخوام در مورد مسعود اشتباه کنم. اگه شک داری چرا این مسئله رو مطرح کردی؟ حالا چطوری میخوای مطمئن بشی؟ آها آقا حبیب، تشریف بیارید شما. ملاحظه بفرمایید. من دارم رد اعضای هیئت مدیره فراسمان رو میگیرم. اینا رو که شما میبینید یا عضو هیئت مدیرن یا سهامدارن. این شرکت هم همه با هم ارتباط دارن، به هم وصلن. خب من میخوام ببینم به کجا میرسن. متوجه شدم، میخوای رد مسعود رو بگیری ببینی تو کدوم یکی این شرکت آثاره؟ دقیقاً. خیلی خوب، تو رو بایستادی؟ کمک نمی کنی؟ خدا بگم چی کارت نکنه شاه. ببین ما رو به چه کارهایی وامی داری ها؟ خیلی خوب، اون اسامی رو بخون. کدوم اسامی؟ اسامی شرکت ها رو میزه. تاها توسعه، سلام تشریف میبرین؟ بله ممنون. قابلتون رو ندارم. خواهش میکنم. بفرم. آقای ادهم، شما داری میری؟ من اسمم متینه، فامیلی داییم ادهمه. بله. راستش من اگه یه چیزی تو زندگیم باشه که واقعا ازش پشیمون باشم، گفتن مسائل فراسمان به دایی شماست. اگه من اون حرفا رو نمی زدم، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. این حرفا الان دردی رو دوا نمی کنه خانم. خب شما میخوای من مصاحبه کنم، ولی من نمیتونم. آقا متین، خب از یه طرف هم من وجدانم اجازه نمیده ساکت باشم. اونا هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن. یه چیزی بهتون بگم، خبر مشارکت خارجی هم مال 2 سال پیشه. شما کجا میدونی؟ خب برای اینکه سندش پیش دوست شوهرامه، اسم شاهین رضایی. اصلا اون باعث شد ناصر بره تو فراسمان. کیه این شاهین رضایی؟ عکاسه. اون موقع واسه فراسمان عکاسی میکرد، تمام عکسای حضور خارجی ها رو میرفته. مطمئنم اصل عکسا رو داره.
اون موقع اومد بودن قرارداد ببندن ولی به تفاهم نرسیدن. اما الان اونا دارن از اون عکس ها استفاده میکنن برای که سهامدارشون به حرفای دایی شما توجه نکنن. من کجا میتونم پیدا کنم این شاهین رضاییو؟ یه قولی میدین؟ اگر بهتون بگم میشه دیگه سراغ من نیاد؟ سلام. با اینجا چی کار میکنی؟ مگه با سعادی قرار نداشتی؟ تازه رسیدم منم. نه دیگه اون قرار کنسلش کردن. خیلی خسته بودم گفتم بیام استراحت کنم. آره لازمه. تو هم که یه نفس چسبیدی به کار. تنها اومدی؟ مامانو نیوردی؟ نه. یه قرار کاری دارم با جلالی. میخوام راجع به شراکت کارخونهش باش صحبت کنم. دوست نداشت بیاد دفتر. اینجا باش قرار گذاشتم. جلالی مگه نرفته مسکو؟ ها؟ آره. عجب. چرا ما فکر کردم امروز باش قرار دارم؟ قرار من با جلالی هفته آینده است. عجیبه. این همه را بی خود اومد. ولی خب اشکالی نداره. استراتو که فقط نمیذارم برای جمعه. دوشنبه هم روز خداست دیگه نه؟ بیا بشین. منتظر نباش بهت زنگ بزن. اشتباه کردی زنگ میزنی معذرت خواهی میکنی. وقتی یه نفر به آدم تهمت دزدی میزنه اونه که باید حرفش رو ثابت کنه نه منی که متهم شدم. بابا به این میگن قتل. اسمش جنایته. این وسط هر چه زودتر به تمام